به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای چینل جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا آخر ویدیو با ما بوده و این چینل رو نیز سابسکرایب نمایید. به نقل صفحه اینترنتی تولونیوس، کمیسیون شکایات مستند نتیجه انتخابات را تغییر خواهند داد. دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که احتمال دارد بررسی شکایت‌های انتخاباتی نتایج انتخابات ریاست جمهوری را تغییر بدهد. بر بنیاد نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری که 2 روز پیش اعلام شد، محمد اشرف غنی با کمتر از 12,000 رای آرای لازم را برای پیروزی به دست آورده است. اما چمنشا اعتمادی دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که بررسی شکایت‌ها می‌تواند شمار آرای نتایج انتخابات را کم و زیاد بسازد. این عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌افزاید که دفترهای ولایتی این نهاد به مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات دسترسی ندارد و نیز بسیاری از این دفترها با نبود اینترنت روبرو هستند. آقای اعتمادی در این باره بیان داشت: بیاییم بنشینیم، بررسی کنیم، ارزیابی کنیم که آیا این شکایات که شده مستند و مؤثر است یا نیست. اگر شکایت مستند و مؤثر باشد، 50 شکایت مؤثر می تواند انتخابات را به دور دوم ببرد. اما اگر شکایات فقط نام از شکایات بود و هیچ گونه سند و مدرک ارائه نشد، مبنی بر تاثیرگذاری در آرای 50,000 شکایات هم اگر باشد، تاثیرگذاری نخواهد داشت. شماره از مسئولان کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در ولایت‌ها از مشکلات در کار بررسی شکایات در ولایت‌هایشان سخن می‌زنند. احمدالله عضو این کمیسیون در ایراد گفت: تا تاریخ 20 ماه جاری انشالله به این شکایت‌ها رسیدگی خواهد شد. در همین حال آشناگل پاندووال، مسئول کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در کندهار، از ثبت 1524 جرم انتخاباتی و 443 تخلف انتخاباتی در این ولایت سخن می‌زند. ما بارها درخواست کردیم و در سطح ولایت مکتوب فرستادیم و به خود کمیسیون انتخابات هم درخواست نوشتیم، اما متاسفانه کمیسیون انتخابات یوزری را که در ملوک در اختیار نامزدان گذاشته بود که می شود با آن آرا را به تفصیل مشخص کرد در اختیار ما قرار ندادند. صدیق الله توحیدی عضو کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخابات اما تاکید دارد که باید شکایت ها به گونه جدی بررسی شوند و نتایج انتخابات بر بنیاد آرای پاک اعلام شود. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی به یوزر شرکتی که قرارداد کرده بود دسترسی نداشته باشد، در بسیاری از ولایت‌ها به این معنا است که دسترسی‌ها به صورت دقیق انجام نخواهد شد. بر بنیاد نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی بیشتر از 50% آرای کل، یعنی 18,024,401 محاسبه شده، در نتایج نخستین انتخابات را دارد و فاصله میان پیروزی وی و رفتن انتخابات به دور دوم بسیار نزدیک است. از سوی دیگر دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله درباره 300,000 رای با کمیسیون مستقل انتخابات اختلاف نظر دارد و میگوید که بخشی از آرای اعلام شده آرای هستند که بیرون از زمان رای دهی ثبت شدند. و همچنان به گزارش دیگری از سایت خبری تلو نیوز، عضو پیشین کمیسیون انتخابات: یونما در انتخابات ها نقش اجرایی داشته. یک عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات ادعا می کند که نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما پس از نشست بن در افغانستان به ویژه در انتخابات های پس از این نشست نقش اجرایی و تصمیم گیرنده داشته است که گونه ای از مداخله به شمار می رود. داود علی نجفی، رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات که امروز پنجشنبه 12 جدی
در یک نشست اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که درباره بررسی فعالیت‌های سازمان ملل متحد در افغانستان برگزار شده بود، سخن می‌زد. در این باره افزود، ایالات متحده آمریکا عمدترین پول را برای انتخابات افغانستان پرداخت کرده است. یک بحث است که هر که نان دهد فرمان دهد. این هم سر ملل متحد تاثیر داشت و هم سر افغانستان تاثیر داشت. محمود صیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل نیز که در این نشست حضور داشت گفت قطعنامه ای را که شورای امنیت تصویب کرده در آن یک تغییر دیده می شود. در همان پاراگرافی که تعریف می کنند نقش و نما را در سازماندهی انتخابات افغانستان. انتخابات های گذشته در افغانستان به ویژه انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 با چالش های روبرو بود. سرانجام به دلیل این چالش ها حکومت وحدت ملی شکل گرفت. انتخابات امسال ریاست جمهوری افغانستان نیز اکنون با چالش های مشابه روبرو است. شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نتیجه نخستین انتخابات را نمیپذیرند. فرخنده زهرا نادری عضو پیشین مجلس نمایندگان اظهار داشت. من وقت با آقای توبی لینزر صحبت کردم پاسخگوی دو جانبه را مطرح کردم. یعنی ملل متحد نباید شاگرد حکومت افغانستان باشد. در این نشست امروز اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان توبی لینزر معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز حضور داشت. من با برخی از گفته ها درباره کارکردهای سازمان ملل در انتخابات موافق هستم، اما با برخی دیگر موافق نیستم. بعضی از اظهارات برای مردم افغانستان خشن بودند. برخی از اظهارات در برابر اینستیتوهایی که در 20 سال گذشته در افغانستان ساخته شدند خشن بودند و این اینستیتوها در حال حاضر سرسختانه در اینجا کار میکنند. با این همه شمار دیگری از شرکت کنندگان این نشست تاکید کردند که نقش یونما در بخش های بهداشت، آموزش و پرورش و دیگر بخش ها مؤثر بوده است. و همچنان به گزارش دیگری از سایت خبری تولو نیوز، کمیسیون شکایات بیش از 80,000 شکایات جدی هستند. کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات های انتخاباتی میگوید که دستبندی 14,760 شکایت در 31 ولایت کشور پایان یافته است و گزارش های این شکایت ها به دفتر مرکزی این کمیسیون رسیدند. دبیر این کمیسیون می گوید که از میان 16,500 شکایت ثبت شده 8,478 شکایت جدی هستند و بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری اثر خواهند گذاشت. محمد قاسم الیاسی دبیر و سخنگوی کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره اظهار داشت. کاتگوری الف یعنی 8,478 شکایت را تشکیل می‌دهد. در واقع روی آرای شکایت‌های مهم است. و شکایت‌های به 1,021 شکایتی که ما می‌گوییم روی اشخاص است. بر بنیاد آمارهای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از میان 14,760 شکایتی که در 31 ولایت بررسی شدند، 3,011 شکایت آن جرم‌های انتخاباتی، 4,248 شکایت تخلف‌های انتخاباتی، 1,371 شکایت تخطی‌های انتخاباتی و 6,679 شکایت تفاوت آرای بایومتریک با برگه‌های نتایج رایدهی هستند. اما گزارش های بررسی شکایت ها از 3 ولایت دایکندی، غور و هلمند از بحر مشکلات در اینترنت هنوز به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نرسیدند و نهادهای ناظر نگران محدودیت زمان برای بررسی شکایت های انتخاباتی هستند. نعیم ایوبزاده رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد افغانستان بیان داشت اگر قرار باشد که شکایت ها به گونه درست بررسی شود، بی‌طرفانه و به شکل مسلکی بررسی شود، امکان دارد که تغییرات بیشتری را وارد کند. در این نتیجه ابتدایی داود علی نجفی
رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات نیز اظهار داشت. 8000 شکایت که هیچ، اگر 20 شکایت جدی بررسی شود، انتخابات رفتنش به دور دوم حتمی است. بر بنیاد نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان، محمد اشرف غنی نامزد پیشتاز این انتخابات است و با پایان بررسی شکایت‌های انتخاباتی، سرنوشت نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری روشن خواهد شد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.